همون تئاتر تهران بعد 28 مرداد این هم بازی هیچشون ندیدم نشیدم بین ایران و آمریکا تبادل فرهنگی شروع شد. یادم اولین کسی که از آمریکا اومد شخصیتی بود تئاتری به نام پروفسور دیویدسون که می اومد یک سال در دانشگاه تهران با هر دانشجویی که علاقه‌مند تئاتر بود می اومد باشون کار میکرد، آخر سال هم یک نمایشنامه بود کار میکرد میساش. سال بعدش که اومد نمایشنامه دست گرفته بود به نام شهر ما مال وایلدر. خب ما شهر ما مهد اینقدر ما فقیر بودیم، اینقدر فقیر بودیم که ما دست جمعی دور هم جمع میشدیم، هر کدوم یه طرف فرستاده میشد توی یه کتابخونه. من مثلا کتابخونه ملی عضو شده بودم، میرفتم مجلات ژاندارمری اساسات 19 18 رو برام نوشتم، یه چیز را تو داد یه متن نمایشی تو جو تو می نوشتم می بینیم مثلا دیگه میخوندیم. در یه چیز فخر واقعا صفر از نظر تئاتری ما به سر می بردیم. حالا گهگام یه اتفاقاتی می افتاد اونا تاثیرگذار آنچنانی نبودن. این نمایش رو با دانشجویان دانشگاه تهران کار کرد. بعد ما متوجه شدیم که اومد خودش به این نتیجه رسید که بعضی کارها فقط بازیگر ساده نمیخواد. بازیگری میخواد یک تجربه زندگی پشتش باشه. نمایشنامه اینقدر ثقیل بود هیچ کس نمیرفت. خودم با چشم خودم دیدم. ما میخواستیم از اون بره خیابون بیایم بریم. برم جامعه بار بود، بعد از جامعه تئاتر تهران رد می‌شدم. دیدم چراغ زنبوری گذاشتن اینا، مردم رو دعوت می‌کردن مجانی برن تئاتر. بعد یادم مردم می‌ترسن، میگن چه اتفاق افتاده. می‌اومدن دادم چراغ می‌رفتن، اون برای خیابون روشن از اون برای می‌گردن. خوب یادم یه کارگردانش داشت به نام استپانیان و ایشون یک نمایشنامه فرنگی رو آداپته کرد با بهترین بازیگرانه تئاتر تهران. این نمایشنامه که یک ساعت نیم یک ساعت رو بود مرور صحنه، خود من 17 بار این نمایش رو دیدم. اون موقع بلیت لوژ تئاتر اون موقع 4 تومن بود، ولی آقای دکتر والا در کنار این تئاتر یه واریته گذاشته بود در ابتدای عمر 7-15 تا رقاصه نیمه لخت آلمانی رو آورد، بلیت 15 تومانی گذاشت و شبا سر بلیت 15 تومانی دعوا میشد و بازار سیاه پیدا میکرد.
من حالا نمیدونم، شاید منم جز اونها بودم که میرفتم اونو ببینم، ولی اون تئاترش اینقدر زیبا کار کرده بودن و اینقدر جذاب بود، من اون تئاتر رو در 15 بار دیدم. اینم یه بخشی از اون تئاتر اون دوره بود که پایه‌گذار تئاتر لاله‌زاری شد که بعدها الگو شد برای بقیه تئاترها. و آخرین تئاتری که این کار رو کرد آقای مهرتاش بود که تئاتر اجاره داد، خودش کار نکرد و تئاتر لاله‌زار اینجا موند. به همین دلیل با لحن خیلی زشتی ازش یاد میکرد. خانم نیکو خردمند رو خدا رحمتش کنه میشناسینش دیگه. ایشون یه عمویی داشت به نام حسن خردمند که پدر شهرو خردمند بود. من با این دوست بودم، آشنا بودم و میرفتم میبودم اینها و ایشون برای من توضیح میداد. مثلا سال 1316 میگفت ما هم کار تئاتر میکردیم، یک شبه میگفت تئاتر مینوشتیم، دو شب بعد اجراش میکردیم. اسم این آدم و افراد نظیر این تو ایرون اصلا کسی نمیشنسته، ولی تو انسیکلوپدی تئاتر مسکو اسم اینا هست، آثارشون هست. به نظر من اینها بودن که به اون مشکلات اون زمان، براتون یه مثال زدم که خود مهرتاش برای من تعریف میکرد، میگفت اگه سازی که زیر عبای من بود مردم میدونستن دیگه بزرگی من گوشم بود. خب تلاش و کوشش این افراد سبب شد که بیان این وارد الان ما راجع به تئاتر صحبت کنیم. وقتی که از آقای حالتی من پرسیدم اولین زن ایرانی که اومد، گفت خب به حال خانم های ارامنه بودن که مشکلی نداشتن، یعنی میتونستن بازی کنن. اولین زن ایرانی بر من نوشته شو دارم، دستخط کوتاهیه، خانومی بود به نام حسینی وارد صحنه تئاتر میشه. اولین شبی که وارد تئاتر میشه فردا صبح شوهرش طلاق شده، منفور خانواده میشه، هر چی که ممکن بوده به این میچسبونه. اینها به نظر من اینها بودن که الان ما داریم راجع به تئاتر صحبت میکنیم. اگه اونا نبودن الان ما هیچی نداشتیم. من به اونها بیشتر احترام میذارم. برگردیم به اداره هنرهای دراماتیک. اداره هنرهای دراماتیک اون موقع فقط کسانی بودن، آقای مشایخی بود که صاحب جمع اموال بود، من همه کار و هیچ کاری بودم، آقای رکن‌الدین خسروی بود، اولین کسی که از خارج تحصیل تئاتر کرده بود برای اشتباه بود اومد اونجا، آقای سمندریان. منزل ما با آقای سمندریان در خیابان قدیم شمران شهید فعلی، منزل من سرای زندان بود، منزلشون یه خود بالاتر، جایی که الان اندیشه یه بود و که همش آبشار بود و آب میریخته اینا. ما قرار داشتیم این صبح صبح میمد سر کوچه ما با هم پیاده راه میفتیدیم میمدیم بهارستان چه اداره هنرهای دراماتیک اونجا بود. اونجا شروع میکردیم به تو راه صحبت میکردیم. ایشون از تئاتر آلمان صحبت کرد، از دورهایی که اونجا بود. همین مسئله منو جذب کرد. من همون موقعی که توی جامعه‌وار بود کار میکردم بعد بریدم اومدم کنار، یه گروهی درست شده بود به نام گروه ملی که نصیریان، آقای جوانمرد، آقای برادلو، خیلی کسایی دیگه پایه‌گذار این تئاتر این گروه بودن. من که اومدیم توی اداره هنرهای دراماتیک تقریبا یه کارمند کار عجیب غریبی، هر کس که میتونست انجام میداد، تئاتر نبود. تا اینکه آقای سمندریان که اومد
دکتر فروح گفت اینجا یک کلاس تئاتر بذاریم برای علاقه که خودش تدریس میکرد دایی سمندریان بعدها آقای خروکدین خسرو هم درس میداد که بعدها کسان دیگه یه هم اضافه شدن ولی پایه و اصلشون اینا و ما هیچ جایی نداشتیم یه تئاتر بذاریم بعد از اجرای اون کاری که به اصطلاح اولین نمایشنامه نویسی بود تو گروه هنر ملی اختلافی افتاد دو دسته شدن یک دسته شد گروه مروارید که منو جذب اون گروه کردن خدا آقای نصیریان بود آقای اسماعیل داورفر بود خانم خجسته کیا بود یه مرحوم خموش بود دیگه خود خانم آقای نصیریان بود و چند نفر دیگه اون طرف همون از اصلی های گروه هنر ملی عباس جوانمرد و خانومش بودن اونا کار خودشون میکردن اینجا تصمیم گرفتن فقط با نوشته های ایرانی نمیشه کار کرد دکتر امیر حسین جهانبگلو همسر خانم خجسته کیا بود ایشون یه نمایشنامه از پیراندلو ترجمه کرد به نام پوشاندن آنان که برهنند ما تمام بعد از ظهر از ساعت 4 بعد رفت تا 10-11 شب ابتدا تو منزل خود همین خانم کیا اینا می رفتیم تمرین بعد دیدیم اونجا نمیشه رفتیم منزل خود مرحوم شاهین سرکیسیان اونجا هم دیدیم جا کوچیکه وزارت نفت الان کجاست این وزارت نفت قبلا باشگاه اون با وزارت نفت باشگاه شرکت نفت یه حیات بزرگ بود یه پفشته اتاق و چیزا بیشتر نداشت و چون آقای دکتر جهانبگلو یکی از کارمندهای عالی رتبه شرکت نفت بود صحبت کرده بود که ما از یکی از اتاقهای اونجا استفاده کنیم و اگر روز روزگاری برنامه ای میخواستیم اجرا کنیم فقط کارمندهای شرکت نفت میتونن بیان ببینن ما یک سال این نمایشنامه پوشاندن آنان که برندن از 4:30 تا 7 تا 10-11 تمرین میکردیم حتی بلیت آماده شد تقسیم شد درست یک روز مونده بود به اجرا یکی از دوستان اون که نقش اصلی هم داشت در سرتاسر فوت کرد به نام جمشید صدر همینی عباس جوانمرد تقریباً یه سرپرستی میکرد بعد از دکتر فروغ یادم اولین کاری که اونجا بود به من گفت تو علاوه بر اینکه بازی داری باید این کار رو هم بکنی این کار رو نمیدونستم چیه تا حالا نکرده بودم بعدها الان بهش میگن تهیه کننده اون موقع بهش میگفتم مدیر تهیه همه کار هر کاری که شما فکر بکنین از جارو کردن تا خرید تا همه چی به عهده من بود علاوه بر بازی حالا امشب این دوست ما تعزف کرد منم نمیدونستم فردام جلو شاه قرار بود بازی کنیم این نقش اولم داشت صبح من اومدم گفتم برم به سرکسیان سر بذارم و من حیفم یاد خونم در رو پل حافظ کرد میشم هنوز خونش رو بینم تو در رو داخل افتاده به هیچ کس هم به فکرش نیست که یه روز اینجا مرکز تئاتر من میاد دوستاش رفتم اونجا تا من دید با اون لهجه غلیظ ارمنیش فلانی میدونی امینی مرد من همونجا افتادم اصلا نفهمیدم امینی مرد یعنی چی یه حال دیدم مادرش اومد مادرم پیری داشت اومد اومدن آبغند بسن آوردن چی شده دیشب تصدف کرد مرد های دل قافت حالا ما بریم اونجا به دکتر فروغ اصلا چی بگی برنامه آماده شد دیگه اون کارم نمیشد دوست کرد بلند شدم و اومدم رفتم همون تالار فرنگ گفتم که میدونه نمیدونه دیدم فقط نصیریان مثل اینکه میدونه چون جدا از همه اینا یه گوشه از خودش داره قدم میزنه منم رفتم یواشکاش مقابل اون قدم زدم در یکی از این قدم زدن رو گفت میدونی گفتم بله گفت به هیچ کس نبود خب بهش این رکیم چیکار کنیم گفت من با نوزاد صحبت کردم
گفتم به کسی نگو، فقط تا میتونه بخونه این نقش. در صورت اون برنامه اجرا شد و آخرش هم که به اصطلاح لوحی میدادن اینا به اسم جمشید صدر امین دادن به آقای دوستم نوزاد. برنامه بود، یه خودم بودار بود که یادم این شاه بهش یه سوالی ازش کرد، یه خودم دست پاشی شد و گفت نه قربان اون زمان این فکر این داری فکر کردم فکر نمید. زیبا بوده، وزارتخونه هنوز نشده بود، هنرهای زیبا خودش یکی از ادارات تابع وزارت آموزش پرورش اون موقع بود. تا اینکه دیدیم که اون تلویزیونی که تازه راه افتاده هفته یک برنامه موسیقی هنرهای زیبا داره، خیلی مورد توجه هم هست. با دکتر فروغ صحبت کردیم و ایشون رفتش پیشنهاد داد به پهلوان، هر بودم و دربار صحبت کردن، بودجهش بودجهش از دربار بود، بودجه بود که هیچ به سونی نبود، هیچ که دنبالش نیمد. برای هر برنامه شامل نویسنده، کارگردان، بازیگر، لباس، دکور، هزینه رفت و برگشت و همه اینا 3750. بازیگر اول هر کی میخواست باشه 250 تومن، سیاه لشکر 50 تومن. این که یه خود سریع اومدم تو کار تلویزیون به این دلیل که ما اون موقع این نمایش وقتی که کار کردیم نشد، در صورت یه جوری حل شد، اون نمایش موند، نمایش پوشاندن آنان موند. چیکار کنیم؟ فصل هم گذشته بود، بلیط هم تمام دست خود کارمندان عالی رتبه شرکت نفت اون زمان بود. قرار شد مجدد ما کار بکنیم سال دیگه بسیاریم. بنابراین ما یک تئاتر رو 2 سال کار کردیم بدون اینکه دیناری پول بگیریم. اصلا هیچ کس بفیر دنبال درآمد مالی نبود. فقط 2 شب گذاشتیم وقتی که آماده شد. 2 شب گذاشتیم که با 1000 زحمت آقای نصیریان حاضر کردیم که بیاد اون نقش رو بازی کنه در تالار فارابی. همون تالاری که اون نمایش مسابقه نمایشنامه نویسی بود، اونجا فقط برای کارمندان شرکت رفت. بنابراین برای اولین بار ما با تلویزیون روبرو شد. رسم تلویزیون اون موقع این بود که یه برنامه که نیم ساعت بود 6 دفعه لاش آگهی می‌رفتن، روغن قو اگه بخرین توش سکه در میاد، نه از حرف ما با این شرط رفتیم اونجا که وسط 300 هم برنامه بود، وسط کار ما به هیچ عنوان حق ندارن از هر آگهی برن. رابطه ما با شرکت دفت فردی بود، شاید اصلا کسی نشنسته شکم در کسی بشنسته، به نام احمد مشروطه که یکی از بازیگران فوق‌العاده زیبا و باسواد باشون شون رابط ما بود، رئیس روابط عمومی شرکت افت اون موقع بود. ما با این شرط رفتیم برنامه رو چون برای اولی ما سر رفته بودیم اونجا، اصلا این چیز رو که میدیدیم ندیده بودیم دیگه، هیچ کدوم ندیده بودیم. نمایش شروع شد، پرده اول که تموم شد یه ها دیدیم که روغن ها اومد، نصیریان زیر شکن برم برم چی داشتن کنده لازر داره بودیم دبارم آقا هر کاری کردن. بعدم اعلام کردم به علت نقص فنی این نمایش قطع شد، اجرا نمیشه. خیلی موشکرم.
خیلی معذرت میخوام. ببخش آبجی خانم، ملتفت نشدم، نفهمیدم. چی رو نفهمیدی؟ دختری سر به هوا، حواست کجا؟ آها، پیدا کردم، حواسم اینجا بود. ببخشید این روغن از کجا میشه خرید؟ هم از این میخوام، اونهاش اونجاست. آها، سواد که داری بخون دیگه. متشکرم، با اونجا کار داشتم. بای 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 اندام نازنینم و لخونه برده کن. خدا بگم چی کارت بکنی زن؟ سلام عرض می کنم. مرسی آقا. روغن فروش؟ بله. روغن چی داری؟ همه جور. آقا روغن خوبا؟ بله. خیلی خوب. خوبا؟ بله. بی کلید می خواد؟ نه نه. بی تاریخ می خواد؟ نمی خواد. آفری کلا فوتینا، به خیال بچه گیر آوردی؟ نه خرید جونما. بابا جون تو چرا خاطر به کوچه علی چپ زدی؟ این خانوم از این روغن می خواد، از این، فهمیدی؟ فهمیدم. پس از این میخواد؟ بله، از روغنای بود کلیسا تاریخ دا که هر کی میخوره میشه چاق و پروا. بفرما، چیز غریبیه. همه میگن با کلید میخوای، با تاریخ میخوای. معلومه جونم. پس چی؟ من با این خرفتیم اینو فهمیدم. تو میخوای این خانم با سلیقه و خوشگه اینو نفهمه؟ با چه رنگی، چه عطری، چه بویی، چه طعمی. میرم قربون این قوی کلیددار تاریخدار که لنگه نداره در همه بازار. بله، قوی کلیددار تاریخدار که لنگه نداره در همه بازار. بله، قوی کلیددار تاریخدار کلیددار. ما اومدیم دیدیم دست مولفتان شکایت کرده بودم، چون در حسرت ثابت همین کمی نبود دیگه. زنگ میزنه گویا به شاه، و شاه هم زنگ میزنه به برمود، و برمود چی کار کردن این بچه ها؟ چرا بچه بازی در آوردن؟ و در صورت اون موقع فقط تهران تلویزیون بود که تهران میگرفت، به یه تلویزیون هم بود و مدارسته که آبادان بود، اونم مال خواهی میساره. وقتی که این شنید و دیگه اون دروغ میگه، اولین کاری که تلفن زد آبر آن تلویزیون رو قطع کردن. یک هفته اینو تبلیغ کرد. تبلیغ کردن و به اون گفتن برین شغل. دکتر جهانبگلو یه متن تقریبا نیم صفحه نوشت، گفت قبل از شروع بدونی که بگی کسی بگی میری جلو دوربین و میسه یعنی بخور. چون اون همش میگفتن این در سر امکان اشکالات فنی و این چیزها اتفاق افتاده. وقتی خواستن شروع کنن دوربین که روشن شد تیت که رفت، من رفتم اینو خوندم. خود ثابت اومده دو مالا نشسته بود، کارت میزدی خودش در نمیمد. اون موقع میگفتن یعنی دسته بال خریده 400-500 برمسته ما، حالا ما نمیدونم هیچی. برنامه رو ما دو ساعت و نیم نزدیک 3 ساعت اجرا کردیم، دیگه آقایی هم نرفت و مردم هم متوجه شدن با اون توضیحی که من دادم. بنابراین اولین برخورد من و ما گروه ما با تلویزیونی بود. حالا که موسیقی وارد تلویزیون اون زمان شد، ما درخواست کردیم تئاتر هم بزنن، که موافقت کردن هفته یک روز یک برنامه یک ساعت تئاتر اجرا کنیم. که اون موقع 4 تا کارگردان بیشتر نبود، هم آقای جوانمرد بود، نصیریان بود، رکن‌الدین خسروی و والی. یادم اولین نمایشی که خواستیم بذاریم اسمش بود مارگریت، که من همه کارهای با طبق معمول همه کاراشو میکردم، بازی هم میکردم و برنامه رو رفتیم اجرا کردیم. چون تجربه گذشته هم داشتیم، اونا ما رو میشه میشناختن دیگه، از اون کار یکی با اونا دیگه میکردن نگرد. بنابراین تئاتر یواش یواش تو مردم جا افتاد، اونطور فقط در محدوده تهران.